دخترانه بود که اونا سنف نداشتن برای از اونا دولت هم قطعانمندی نداشت از یک طریقی از قوای اطلاف برشان خیمه ها گرفتیم فعلا دخترها درس میخوانند نگه امروز عملا کار و خیمه شروع میشه خیمه نصب میشه یعنی کارا رو کردیم به مشکلات مردم رسیدگی کردیم و با وزارت خانه در تماس بودیم مثل قبلا دیگه رخصتی هم قدر تاثیر نداشت من فکر میکنم مثل که قبلا کار میکردیم در ایام رسمی و دالم در ایام تعطیل هم میکار کردیم بله ایدی ترسنگ یا بلا نیوه که کار رسیده خیچ پا دولست چرگه پیوش مرغارو بانین دغه نیوه که کیه دیوی کلا چرگ د کمپاینونو وخت وي په هغې وخت کې د خلکو سره ډېرې ژمنې کوي اما کله چې د خلکو رایه واخلي بیا وروسته د خلکو د ستونزو د رستګۍ دپاره دوی ډېر کم توانېږي ډېری داسې د ولسي جرګې غړي دي حتی چې د کمپاین په وخت کې هغه وخت ډېر عذر د دې کوي چې دته باید رایه ورکړي خو کله چې هغه رایه واخلي بیا د هغه خپل معقل ټلیفون نه اخلي څومره شونې ده کله چې یو خپل معقل په ستونزه کې وي او د ده د ستونزې ته د رسېدګۍ لپاره یا اقلا هغه د حل لاره ورته وښودی شي یا وزارتخانه ته یې معرفي کړي د دغه ستونزه ته کومه د پورې تاسو در کوئ واقعا دغه څه شتون لري او که نه واقعا یې برای مردم افغانستان و برای موږ به همگی متاثر کننده است که یگانه چیزی که ما را بعضی ها می کار میکنند در زمان کمپاین ها وعده ها برای مردم میتن یا برای جوان ها برای محصلین برای معارف برای مامورین متاسفانه زمانی که اینا برنده شدن همین مکلشان اونا رو پیدا نمی کنه این واقعا که جای شرم آور است که این ملت بیچاره و کسی که رفت از رای خود استعمال کرده و کاندید مورد نظر خود که یک آدمی که به عنوان از این که خدمتگار است او رو انتخاب کرده تا هنوز او دروازهش بسته است و تلفنش خاموش است مکلش پیدا نمی کنه اینمی کسایی است که یک تعداد هستند که یک تعداد محدود که دیگه وکیل سایبان هم بدنام ساختید من امیدوار هستم که مردم در این دوره باید دقیق شود و کسایی رای بتن که واقعا خدمت بکنند بله یو بل موضوع دیگه سب دراتون که پر از خود نوای تاسونن در 15 سال اکتور از رخصتی پایت ورسه در خود رسمیات در ولس جرگه بیا پایل شد پشو که ویلی شورا اگه کم چه چی تاسو دی خلق و ستونز و مشکلات دی ایده وقت تل تاسو دی اگه ولس جرگه دی اگه غلی چه خواهی چیم دل تپاته وی دی خپل ماکلین و ستونز آوریدلی در 15 سال اکتور از دی خپل ماکلین و پما باینس که تاسو شتون در لود آوریدوی طول ستونز مولی دی پس که اگه آمدست اساسی ستونزه دوی چه بی او ترکوم از پر بدوی دقا ستونزه پر طول که تاس پر ولس جرگه کم پاقی بانده غور وکره و پاقی باسونه وشی ترسو اگه اساسی ستونزه تا رسیدگی وش اساسی مشکلی است که مردم افغانستان فعلا از نگران هستن از چهار موضوع در موضوع اولش موضوع انتخابات است که مردم از تقلب مشکلاتی که است از این نگران است و موضوع دومش موضوع امنیتی داخل شهر است موضوع سومش امنیت تمام ولایات است که جنگایی که شروع شده موضوع چهارمش اقتصادی کشور است که اقتصاد همه بر هم خورده مردم نگران از این هستند که انتخابات اگر ما واقعا رای دادیم و دموکراسی بود و کسایی که تقلب کردن که حکومت هم در این راستا واقعا که بی‌طرف نبودن عمل کرده و یک جانبه طرفداری کرده مشکلات ای با مردم پیشی مشکل بسیار زیاد است مردم با تشویش هستند همه که ما به یک رای که رفتیم رای دادیم خیلی مفهوم دموکراسی چیست یا مفهوم رای دادن ما چی بود یکی که توافقات صورت می گرفت و کمیسون خیلی ایجاد یک کمیسون یا این مصارف های گزار قربانی اگر قربانی مردم مردمی کسایی که کلکایشان بریده شد گوششان بریده شد بعضی کسا تهدید به مرگ شدند متاسفانه که مردم نگران از این هستند و همیشه کسایی که از مکلین ما مراجعه میکنن اولین گپی که مطرح میکنن همین موضوع انتخابات است انتخابات به کجا رسید موضوع دومی است که امنیت شما میبینید که حکومت آل در خلای قدرت قرار داره هیچ توجه نیست باز هم ما به این نیروهای امنیتی ما با وصفی که حکومت هم نیست و همیشه حکومت دشمنای وطن کسایی که
قاتلینی ملت از اونا رو برادر خطاب میکنه و رهایشان میکنه از زندان ها که مورال قوای امنیتی ما و قوای مسلح ما رو در مجموع از بین میبره و حالا ما و شما سپاسگزار هستیم از قوای امنیتی ما که با وصفی که همقدر حکومت هم توهین نشان میکنه معاش درست هم ندارن ما وصفی هم امنیت درست گرفتیم تا جایی که توانمندی دارن امنیت گرفتن یک دومی که به ولایت کشور شما از طریق رسانه ها میشنوید که جبهات جنگ جور شده حکومت هم هشدار میده به قوای امنیتی که اسلحه سنگین هم استفاده کردن نمیتونی و اردوی ملی و اینا هم شما دیدین که چند قماندان امنیه یا فرماندهانی که در جایی بودن اینا خودشان گفتن که ما بدون از یک حکومت بکنه که ما باید اسلحه سنگین استفاده بکنیم این نگرانی ها پیش مردم زیاد است مردم میگه که باید موقف حکومت روشن شود که اگر حمایت میکنه از برادرای ناراضی از برادرای طالب یا از دشمنای افغانستان که ما بفهمیم در غیر از او چرا یک موقف روشن یا واضح و آگاه نمیگه موضوع سیمی است که چهارم چیز که موضوع اقتصادی کشور است رئیس جمهور افغانستان در دوره گذشته که تقریبا شش ماه گذشت بر مردم افغانستان که شورای ملی که خانه مردم افغانستان است خانه ملت افغانستان است اونجا گفت که شما دو سال هم اگر استراحت باشه هیچ کاری نکنه میتونی که به استیلای خودش پلا و چلا هم بزنه مشکل نیست حالا متاسفانه که رئیس دولت اگر کسی که وزیر خزانه است یا خزاندار حکومت هسته او باید راپور دقیق میداد اگر راپور دقیق نداده بود به محکمه باید برای کی پول چی شد در کجا رفت به این سطحی که رئیس جمهور به دنیا میگه به خانه ملت به ملت افغانستان میگه که ما همه چیز داریم متاسفانه که ما حالا رکود اقتصادی ما بسیار زیاد شده سرمایه دارا سرمایه را کشیدن از افغانستان امنیت درست نیست همه به تشویش هستند اوس کراش دیگه صرف در قدر چلو بازار تاسی شاکه ده هواد امنیتی وضعیت ده ده هواد امنیتی وضعیت دی کابو کول ده پاره یخ خپل د امنیتی ارګان نه باندې فشار یاری دوی څخه پختنه کوي ویګنی ورس چیر ګدا چم د امنیتی شورا کې ورغواړي تر څو دوی څخه پختنه کوي ویګنی وکړي چې ستون زړه د ولې دوی نه توانيږي چې امنیت مهار کړی شي ستاسو په یاد کړه چې د نړیوالو څخه افغان ځواکونو ته امنیتی چار سپارل کېدی امنیتی چارواکو ویل چې دوی د افغانستان څخه په دوش ډول کولی شي دلته داخلي شروشونه په درش ډول مهار کړي اما امروز څوارلس پنځلس ولایتونه د سقوط د حالت سره مخامخ دي عمل نغلته جبهه جنګونه روان دي د دې په اړه باندې به تاسو په راتلونکو ورځو کې امنیتي چارواکي در وغواړئ د ستاسو جواب دپاره دوی څخه په دې اړه پوښتنې کوېګنې صورت ونیسي او بنه نیسي په دې اړه ستاسو پلانونه څه امروز که روز آغاز کاری شورا است و امروز آغاز میشه من خودم شخصا چند موضوع را کوشش دارم که در مجلس مطرح بکنم که در آجنده گرفته شود اول موضوع همی موضوع تجاوز جنسی و همی سرقت های مسلحانه ولایت کابل ولسوالی پغمان است بسیار شرماور است که تمام شهروندان کابل همه را به تشویش آورده و اینا کسایی هستند که یگانه تفریگاه مردم در قرقه بود و پغمان بود که مردم اون طرف میرفت حالا مردم بسیار نگران هستند و فامیلایی هستند که به تشویش هستند همه دخترای جوان دارن بچای جوان دارن متاسفانه که در این راستا امروز ما تصمیم داریم که امیر اولویت کاریم قرار بدیم با ریاست شورا مرد و اولسی جرگرد جریان بانیم که هرچی آجل در این رابطه اشد مجازات باید شوند که بردگر پند شود و این یک بخش کنیم از بخش دوم مایی است که باید روی انتخابات گپ بزنیم که انتخاب می خانی ملت از تا از می بنبست انتخابات را بکشیم که مردم افغانستان نجات پیدا بکنن مردم افغانستان سرگرم کارشان شو مردم افغانستان خاطرشان جمع شو به یک خاطر آرام به طرف وظیفه و کار خود برن از مامور حکومت شروع تا ترکاری فروش همه به تشویش هستند و امیدوار هستم که ما شورای ملی واقعا امی وحدت ملی را حفظ کنه دست به کار شوه هرچی آجل اقدام بکنن امی موضوع را حل بکنن موضوع سیم موضوع امنیت ای وقتن است که باید وزید امی سی ارگان امنیتی خواسته شود با اونا
اونا رو شریک بسازیم و وکیل سایبایی که از ولایات آمدن گزارش آوردن که در کجا دشمن از دست کدام مثل جبهه جور شده چی مشکلات است ما باید این کار رو بکنیم خود در کام نتوت سوار شویدی صدیق صاحب یعنی پر مخی هم امنیتی چارواکی ولسی جرگه ترا بلل شویدی اقل تا دوی ویلی چیر پاکستان استخباراتی اداره در چپیده اکرانو کلاس لدی و هیچ وقت دوی نقال جل تا افغانان پا رام جوند و کری او دوی دی افغانان تیز وکنو پولان جنگی گی دقل دوی د تاس پختنه پولان دغه جواب دی ورکړی دی او دوی بیرته ولسی جرگه څخه تللی دی یعنی هغه کوم څه دی چې ولسی جرگه اوس څه ناڅه دا حالت رسول دی چې نتوانېږي درست ډول فشار راوړي په امنیتي ارګانونو یا په ټوله کې په دولت په حکومتي ارګانونو چې دوی هغه د خپل نظارت چې دی دغه حکومتي چارواکو څخه دوی کوي هغه ته یو څه پاملرنه وشي یګونه چیزی که ما را مایوس کننده است که ما را مایوس ساخته و حکومت افغانستان است که در راستش رئیس جمهور کشور است که رئیس سه قوی افغانستان است متاسفانه که رئیس جمهور افغانستان به فیصله های شورا احترام نداره و به هیچ ارزش قائل نیست برشان یک دومی که به رئیس جمهور از شورا چندین دوسیه های مستند از بعضی ارگان ها و بعضی وزارت خانه و بعضی ریاست های مستقل تسلیم داده شده با سیدیایش نه تنها دوستیه که سیدیای مستند بوده رئیس جمهور در این راستا توجه نکرده در سیدیای سیدیا چی بودن؟ یعنی مورد بودن که مورد بود که فساد بله فساد بوده سیدیای مستند بوده دوستیه ها بوده و در کمیسیون مواصلات و مخابرات هستم برای صاحب جمهور خود ما رسما به دست خود تسلیم کردیم اما متاسفانه که رئیس جمهور در این راستا کاملا بی تفاوت است عاملی چه دی اول رئیس جمهور پدر باندې اقدام نکولو یعنی ده دلته دی زوف نقطه پڅ کیده رئیس جمهور واقعا دغه خوره تر کوم فشار لاندې دی یا د یاد دی لپاره سیاسي اراده شتون نه لري چې دوی د همدغه ډول کسان چې فساد باندې ککړ دي او نن ما او تاسو سره چې مرستیم کې د افغانستان سره چې مرستیم کې مشروط هم رسته چې فساد ورکه اما دې په چې فساد ورکو فساد تر نور هم لمن ویل کی مشکل اساسی چې است کې مردم افغانستان در مجموع داد میزنن از فساد اداری آیا رئیس جمهوری کشور نمیفهمه که این وزیر یا این معین این رئیس این کسایی که هستن در رأس قدرت اینا فساد میکنن من فکر میکنم که رئیس های به جمهور خودش عامل بدبختی افغانستان است به خاطر از اینکه بسیار تقاضا شده برش بسیار پیشنهادات شده و رای حل برش داده شده متاسفانه که توجه نکرده حداقل ما و شما شاهد از این نیستیم که یک نفر به محکمه به عنوان از اینکه میانم فساد اداری مشکوک است یا متهم است باید تحقیق داده شد و متاسفانه که کار نکده رئیس جمهور یو بلا لوی استونز هم چی خپل د مالی وزارت ورته اشاره کړی و چې مخ کې تاسو ویل چې رئیس جمهور څو میاشتې مخ کې د غژمنه د خلکو سره کړی و چې چیرته یو نیم کال دوه کړنو پورې دومره بودیجه دوی لري چې دلته افغانان کولی شي په هغې سره پلونه چلونه وخوري اما اوس ویل کېږي چې خپله مالی وزارت وایي چې که چېرته دغه انتخاباتي لانجه لږ نوره اوږده شي دوی د مامورینو معاش نه شي ورکولی یو شمېر کسان به له دندو لرې دغه به تر کومه ځای پورې لویه ستونزه وي چې هغلته به د خپله د رای موکلین به ستاسو ته مراجعه کوي او دا خو د حل لاره نه شي کېدی کله چې بودیجه هلته بودیجه کې کسر راځي دوی د مامور بیچاره په معاش باندې تاثیر وکړي یا د مامور معاش ته نه ورکول کېږي چې هماغه معاش کولی شي ایله په ایله دی د میاشت تر اخره پورې ډېر کم مامورین رسوي ډېری میاشت اخره به هغه د دوی معاش نه رسېږي دلته څه فکر کوئ بې برنامګي د دې لامل شوی دی یو درست پلان نه شتون د دې لامل کېږي او که نه ځینې نور موضوعات دلته شتون لري مشکلی است که همیشه سران افغانستان کسایی که در رأس قدرت هستند اینا احساساتی برخوردشان و احساساتی گپایشان بوده من فکر میکنم که پلان هم نداشتیم وزارت مالیه پلان نداشته و این کسر بودیجه زمانی کسر بودیجه میاد که ما بدانیم از که رئیس جمهور تا هنوز شش ماه نگذشته در شش ماه پولا چی شد یک ارگانی نیست که پرسان بکنه اگر ما پرسان میکنیم یا امروزی رو مطرح بکنیم به شورا شامل آجندای کاری ما شود که پرسان شود که پولا چی شد من فکر میکنم که به شورا به خاطر از اینکه رئیس جمهور ارزش قائل نیست و متوجه نمیشه در این راستا باز هم ما فشار خود وارد میکنیم که این پولایی که بود در کجا مصرف شد چرا کسر بودیجه شد بسیار پروژه ها استاد شد پولای از این پروژه به او پروژه انتقال شد از این پروژه به او پروژه اگر ما نتانیم چهار نفر مامور بیچاری خودماش بدیم های بناهن چی کنیم در افغانستان
مشکلی است. آقا کوم صلاحیت چې په قانون کې ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی، دا صلاحیت نه ولې تاسو ګټه نشي اخیستلی؟ د قانون رامنځته کول او همدارنګه د حکومت په کړنو نظارت، همدا اوس د حکومت په کړنو کله چې تاسو نظارت کوئ او هغلته کوم څه تاسو ګورئ چې هغه د دې لامل کېږي چې فساد ته لمن وهي یا د فساد دپاره زمینه برابرېږي، هماغه موضوع کله چې تاسو راپورته کوئ بېرته د مغې خوانه په تاسو باندې ادعا کېږي چې دلته ځینې شخصي کارونه یا شخصي ګټې دوی دلته مطرح وي. دا عضو په څه کې دی؟ یعنې په رښتیا هم ځینې کسان شته په ملي شورا کې د خپلو شخصي ګټو دپاره کار کوي او په ټوله کې دغه بدنامي ملي شورا ته پاتې کېږي، او که نه دلته یو ډول سلیقوي برخورد د حکومت او خپله د ملي شورا تر منځ ترسره کېږي. مشکل یې است که واقعا شورا یک کارش که قانون بسازه و تصویب قانون است و کار دومش نظارت به اعمال حکومت است. ما فکر بین کنم که ما اگر اینطور فکر کنیم که کل ما فرشته ها هستیم و گپام نیست، ما بعضی کسا هست که خودشان در فساد شاید آلوده باشند، به وزارت خانه دست دارن، به وزیران دست دارن و یکونه چیز دیگه هم که عاملش در افغانستانی است که تا زمانی که ما وحدت ملی را در افغانستان نبریم، خود افغان فکر نکنیم که ما واقعا افغان هستیم، تا وقت هم ما نمیتونیم جلو هیچ چیز بگیریم. بعضی اوقات میشه که به طرف قومی میکشانن گپ. خوب میفهمم، خودم ما میفهمم که امی وزیر یا امی رئیس واقعا دست به فساد داره و اینقدر شده. متاسفانه یک نفر میخیزه استاد میشه در مقابل از آخر میبینی که املسانش هست، املجافش هست، قومش هست، مهنم قدر گفت. هر زمانی که ما در شورای ملی وحدت ملی را آوردیم و خود فکر کردیم که واقعا افغان هستیم، اونم وقت میتونیم که افغانستان هم بسازیم. تا زمانی که وحدت ملی نبیه ما نمیتونیم که افغانستان هم بسازیم. بله کاری سیدی خیابان موضوع چی پدی ورسته که مگو تاسی گورو دیرای حکومتی چارواک تاسی سل به اعتماد کرد دوی چه خطا سی خپلا رای چی ور کرد اعتماد رایم چی ور کرد و اعتماد چی تاسی دوی بانه کرده و بیرت ما خپل اعتماد دوی چه خواخ ستا، اما دوی همیشه یا سرپرست و اسمان پاتشی بی قانون چوکات که هم از دسترین در کی یو کس دوا کلا دره کلا چلول کلا دی سرپرست و اسمان پاتشی هم داود میگفت از پاکمت که دست چارواک اشتردی چه دوا دره کلا کی گیده دی سرپرست و اسمان پاتشی وی دقا ستونز پچه که بولی، دقا زوب پچه که بولی، زوب پا ملی شورا که دی او یا دلتا کرچرت رای جمهور دلتا بید اغا نکی ورتا یعنی فکر نکی، ولی ملی شورا پا طورا که پا رای جمهور بند اغا فشار نشی راولی چه باید قانون مطابق دوی باید مختولارش. امی ما چند وقت پیش رئیس دی افغانستان بانک استیزا کردیم به شورا و بخاطر امی مشکلات پولی که بود در افغانستان و مشکلاتی که در بانک ها پیدا شده بود. متاسفانه که ریاست تفسیر قانون نوشته کرد که شما مطابق قانون چند ایره خواسته نمیتونی، که اصلا این قانون وجود نداره. ما حق ما بود که باید ایره میخواستیم. یک نومی موضوعی که ما میخواییم امی موضوع بخواییم مشکل اساسی ما در کجاست، مشکل اساسی امی است که شورام هیئت اداری شورام ضعیف است، ریاست شورام مطور نیست که استاد چه با دفاع بکنه از این هران چی که رئیس جمهور گفت رئیس شورام هم این کار قبول میکنه و شورام تو شورایی نیست که واقعا وحدت ملی رو داشته باشه که ما بیم استاد چه از فیصله های شورا یا از استیزه های شورا چیز قانون شکنی های حکومت باید ما دفاع بکنیم، استادگی بکنیم. متاسفانه که گپ این ضعف در شورا هم است و عمدتا در حکومت است. دوی از یادت من نکام خواهد رسید خیلی کور مودان سلامت سی جبال من سلامت شد برون سلامت از خواهد نکام اوز هم یو لند وقت پلو لو وقت روست با زمان کارات ما ناجهش در تاکن و پارا بانی بحث و لری خدای وکری تر پای پوری ورسر ملتی آوکی.